دوستان با ادامه نکات مهم در تربیت فرزند در خدمتون هستم که این فایل ادامه قسمت اول هستش که قبلا توی همین صفحه یوتیوب Just Amazing گذاشته شده. در مورد تشویقم، تشویق اینه که یعنی اونم باید مداوم انجام بشه، مستمر انجام بشه. هم تنبیه هم تشویق بهتره که بلا فاصله بعد از انجام اون کار، حالا کار خوب یا کار بد، انجام بشه. هر چقدر که زمانش نزدیکتر باشه به اون کار، بچه بهتر میتونه بفهمه که این به اون ارتباط داره، تازه ارتباطاتش میتونه کشف کنه حالا اون کار رو انجام بده یا انجام نده. بعد یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که یعنی تشویقم باید بلا فاصله باشه و مستمر باشه، هم باید اون کار خوب انجام بده انجام بده. اگر که بچه یه کار بعدی هم انجام نمیده، بازم باید تشویق بشه، چون مثلا ممکنه بعدا مثلا واسه لجبازی بشه یه سری کار بعد انجام بده. یعنی حتی اگه یه بچه خیلی خوبی داریم که خیلی از کارهای بعد انجام نمیده، اینو نباید نادیده بگیریم، بلکه اونم باید تشویق بکنیم. بعد تنبیه بود، تشویق بود، و بعد یه سری بعد یه سری حالا راهکارهای عملی و اینا هم خود نویسنده میاد میگه. بعد برای تقویت همدلی که گفتیم خیلی مهمه، تاثیر میذاره تو ارتباطاتش و اینا، یکی مثلا اینکه در قالب یه سری نمایشنامه ها بیان بازی بکنه. مثلا میگه تو الان مثلا نقش مثلا شما یه حیوانی یا مثلا نقش یه زنی که مثلا اینجوری شده، این باز میشه که مثلا ارتباط بیشتری با مثلا یه میتونه خوش جای بقیه میتونه بذاره، کمک میکنه به احساس همدلی بچه که خیلی مهمه. بعد یه سری کارهایی که میتونیم باعث افزایش هوش بچه و اینا باشیم، ذهنشون پویاتر بشه، اینه که بازی متضاد رو انجام بدیم. یعنی مثلا ما شروع میکنیم به نقاشی کشیدن، مثلا من روز رو میکشم، مثلا خورشید رو میکشم، اون باید کلمه متضادش رو بیان میکنه بچه، که مثلا از حدود 4 سالگی اینا مثلا میتونیم انجام بدیم، 3 یا 4 سالگی میتونیم انجام بدیم. یکی هم که مثلا برای کسی که حالا گفتیم موسیقی میزنن یا با ریتم آشنا، اونا آدمای موفق تری هستن. مثلا ما میتونیم بگیم اگر که من 2 تا 1 زدم، تو مثلا با یه کاسه میخوام و یه قاشق، مثلا با قاشق من 1 زدم، تو باید 2 تا بزنی، من 2 تا زدم، تو باید 1 دونه بزنی یا 3 تا بزنی. این هم باز تقویت ذهنشون میشه، هم ریتم رو آشنا میشن و ذهنشون فعال میشه. بعد یه سری کارهای عملی دیگه ای که میتونیم انجام بدیم اینه که یه فضای، یا مهمتر چیز اینه که یه فضای خاص بدیم به فضای بچه ها واسه مثلا بازی کردنشون. این فضا یه فضای بی خطریه، میتونن توش خیلی آزاد میتونن نقاشی بکنن، پر از کتابه، پر از لگوه و وسایل نقاشیه، که مثلا خود این نویسنده میگه من 60 متر مربع رو مثلا واسه این فضا اختصاصم، حالا بسته به اون فضا مکانی که مدام زندگی میکنیم. بعد خیلی مهمه، این واسه خلاقیت بچه میشه و خیلی احساس امنیت و آرامش میکنه. یه نکته خیلی مهم اینه که نباید پدر و مادر حساسی باشیم، یعنی مهم اینه که اون بچه بتونه بازی بی نهایت انجام بده، یعنی خودش مشغول باشه. اصلا قرار نیستش که حتما مثلا بگی این کار رو بکن، حتما سیب بکش، باید سیب بکش، و حتما این بازی رو باید اینجوری انجام بده. اصلا مهم اینه که اون بچه خودش بتونه کشف کنه با این بازی میتونه چجوری انجام بده. اصلا کارتو میتونه خودش مشغول بکنه، مثلا میتونه 10 تا با اون بازی بکنه، مثلا چوب میدیم دستش، مثلا میتونه 10 بازی مختلف بکنه. مثلا ما لازم نیست بگیم این چوبه رو این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن. مثلا توی ژاپن هم مثلا تا یه هفته با یه چوب بازی میکنه، مثلا الان اسبشونه، اون مثلا چوب الان اینجوری. اصلا نیاز نیستش که خیلی خیلی اسباب بازی های مثلا متنوع و اینا مثلا بدیم، چون خلاقیت کم میکنه در حد نرمال، یعنی اون چیزایی که خوبه واسه هوش خلاقیت بچه میشه. اصلا نباید بگیم الان باید مثلا اینو بکشی یا مثلا باید نقاشی، بهتره که مثلا حتی اگه اون خط خطی میکنه، این خیلی ارزشش بیشتر از اینکه مثلا ما بگیم الان آدم بکش، الان اونو بکش، اینجوری باید بکشی، چون وقتی این مثلا خلاقیت چیزی فقط یه تقلید کار میشه. بعد یکی از نقاط عملی این کتاب من گفته بود اینه که برای پرورش رشد، اینه که رشد ذهنی بچه اینه که باشون حرف بزنیم، حدود 2100 کلمه تو ساعت بهتر حرف بزنیم. بعد برای الله این حرف زدن و اینا
راجع به هر چیزی بیان بکنیم، مثلا میگیم که مثلا این کتاب قرمز، مثلا خصوصیاتش هم بگیم، مثلا کتاب قرمز رو بده من و اینا. بعد یک نکته خیلی مهم اینه که مثلا میگه که پدر خانواده قبل از هر خواب بر همه دور هم جمع شدیم نیم ساعت یک کتاب رو میخون، این هم باز میشه دامن لغات بره بالا، هم همه خانواده دور هم جمع میشه، این هم که روش عملی خیلی خوبه برای رشد بچه. بعد کلا مهمتر کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که پدر مادر با هم گرم باشن، بعد احساس امنیت و اینا رو شادی تو بچه به وجود بیارن. بعد یه چیز خیلی مهمی هم که وجود داشت، یعنی واسه من خیلی مهم بود، این بودش که مثلا تو خانواده بهتر یه سری قانون باشه، نه خیلی، نباید دیکتاتوری برخورد بشه، نباید استبدادی مثلا بگیم باید این کارو بکنیم، یه سری قانون ها رو باید بذاریم، مثلا ساعت 8 یا 9 میخوابیم به این دلیل، اولا که خیلی قانون باید واضح باشه، شفاف باشه، دلیلش باید ذکر بشه، به بچه میگیم که چرا این کارو میکنیم، بهتره که اون قانون بنویسیم و یه جایی که همه اعضای خانواده میبینن اونو نصب کنیم و سعی کنیم که اونو با نرمی، ولی باید انجام بدیم، ولی با نرمی، اصلا نباید با خشونت یا دیکتاتوری و اینا همراه باشه. بعد یکی دیگه از عواملی که باعث افزایش هوش میشه، یکی همون تشویقه، که این تشویق باید یعنی نه خیلی زیاد باشه، برای کارها خیلی خیلی کوچیکم تشویق بکنیم که فکر بکنه که چه کار کوچیک انجام بده، چه کار بزرگ انجام بده، بازی تشویق رو میگیره، نه اینکه اصلا هم نباشه. بعد تشویق باید برای تلاشش باشه، ما باید سعی کنیم تلاشش رو تشویق بکنیم که بفهمه که با سعی و تلاشی که به یه جایی میرسه، فقط نگیم که تو خیلی باهوشی، چون اگه بگیم فقط تو خیلی باهوشی، یکی اینکه دیگه شاید تلاش نکنه یا اینکه از شکست بترسه. مثلا اگر که بازی میکنیم، مثلا یک بار میبره یک بار مثلا میبازه، هم شکست رو بفهم و همین که با تلاشی که به یه چیزی میرسه. اگه فقط بگیم تو خیلی باهوشی، تو خیلی باهوشی، تو همه چی میتونی، اگر که یه بار شکست بخوره دیگه تلاش نمیکنه با اون. بعد برای پرورش کودک شاد، یکی از مهمترین عواملی که وجود داره اینه که احساس کودک رو بهش بگیم و اسم احساسش رو بگیم، این خیلی کمک میکنه که یه کودک شاد داشته باشیم. مثلا اگر که یه مثالی میزنه، میگه که مثلا تو تولد یه بچه خیلی ناراحت بوده، مثلا خواهرش کلی کادو گرفته بوده، این خیلی ناراحت بوده، همین که اسم اون نام بگیم، مثلا بهش بگیم که پدر یا مادر بهش بگه که میدونی که تو الان چه احساسی داری، میدونی که ما الان به این حالت چی میگیم، میگیم که مثلا این حسادته که تو مثلا تو یه سری کادو نگرفتی ولی دوست داری که اون کادوها رو بگیری و این حس خوبی نیستش، و همین که فقط اسم اونو میگیم اون آروم میشه. یعنی قبلش مثلا شاید خیلی گریه بکنه، خیلی احساس کلافگی و اینا بکنه، ولی همین که اسم اون احساس رو بفهمه خیلی آروم، یعنی آرام بخشه. و ما برای کنترل احساس، این کمک میکنه برای کنترل احساس بچه، اینکه اول احساس رو اصلا نباید نادیده بگیریم، احساس بچه رو، و نباید سرکوبش کنیم، به هیچ عنوان نباید سرکوب بکنیم، چون احساس ها واکنش های غیر ارادی هن، تقصیر بچه نیستش، اون رفتاره که ارادیه. بعد مثلا همه هر احساس ناراحتی و اینا غیر ارادیه و فقط بچه لزوما نباید شاد باشه، یا آدم شاد فقط این نیست که فقط احساس خوشحالی بکنه، بلکه میفهمه که احساس های مختلفی وجود داره، احساس شادی وجود داره، احساس غم وجود داره، عصبیت وجود داره، چون خشم وجود داره، ناراحتی وجود داره، و همه اینا باید رفتار مناسب انجام بشه، اصلا نباید سرکوبش بکنیم. مثلا اگر که بچه گریه میکنه که مثلا گربش مرده، ما نباید بگیم که برای چی گریه میکنی، اتفاق کوچیکیه، چون اون وقت بچه میگه که اگه اتفاق کوچیکیه پس چرا من انقدر ناراحتم، پس حتما یه چیزی تو دهن من وجود داره که مشکله، یه قضیه یه چیز مشکله که من الان انقدر ناراحتم، دچار دوگانگی و اینا میشه. و یا اینکه بگیم که اشکال نداره فردا میریم واسه گربه میخریم و اینا، یا مثلا یه چیز جدید میخریم، چون اون بابت اون ناراحته، و باید احترام بذاریم، بفهمیم که این احساس ها وجود دارن و احساس وجود داره، اسم اون احساس رو باید بهش بگیم، مثلا بگیم الان تو احساس عصبیت داری، الان احساس پوچی داری، الان احساس کلافگی داری، تا بفهمه، آشنا بشه با احساساش. یعنی در کل کارهایی که برای شاد بودن بچه باید انجام بدیم، یکی روابط گرم خانواده است همراه با احترامه، یکی اینکه بفهمیم احساسو،
کنار بیایم با احساس خودمون، نامگذاری بکنیم، حرکت به سمت احساس و همدلی کردنه. بعد راجب حالا این که اگه خود آدم ها، یعنی خود پدر و مادر احساس خودشون با خودشون یعنی بهتر بتونن کنار بیان، چون بچه هم بهترین الگو هستن، بچه هم راحت تر میان تو این راه میتونن پیش برن. بعد مهمترین کارهایی که میتونیم بکنیم واسه تمرینش اینه که احساسای خودمون، حالا برای خودمون مثلا در میون بذاریم، حالا با همسر، با خدای، با فرشتس، با هر کس احساس خودمون رو بیان بکنیم، در میون بذاریم، کنار بیاریم. اصلا نباید احساسات سرکوب بشن، چون که بدتر میشن، یه حالت انفجاری پیدا میکنن. و یکی از راههایی که کمک میکنه برای درک احساس موسیقی، یعنی کسایی که مثلا بچه‌ای که بعد از 7 سالگی 10 سال یه موسیقی رو زدن، گوششون یعنی درک میکنه، یعنی قابلیت درک احساس بیشتری رو دارن. حتی از روی گریه های بچه ها میتونن بفهمن که مثلا این بچه الان مثلا چه احساسی داره، چه مشکلی داره. و یکی دیگه هم همدلیه. کلا احساسا نباید سرکوب بشن، نباید نادیده گرفته بشن. این چند تا اصول مهمه. اینکه احساسا اصلا قضاوت نباید بکنیم، پدر و مادر اصلا نباید احساسا قضاوت بکنیم. چیزی به عنوان احساس خوب یا احساس بدی نداریم. همه احساسا غیر ارادیان. احساس ناراحتی میتونه باشه، احساس گریه کردن میتونه باشه. نباید بگیم برای چی الان گریه میکنی، تو نباید گریه بکنی، تو الان بزرگ شدی. احساس ها غیر ارادیان، هیچ قضاوتی نمی کنیم. بعد با بچه هم حالت مینی، نباید بچه باید پاسخ بدیم به همون رفتارهایی که میکنه. مثلا تو بازی دالی موشه، مثلا بچه میاد جلو، مادرم میاد جلو، بچه اگه رفت عقب، مادرم مثلا میره عقب. یعنی پافشاری نباید بکنیم به یه چیزی، باید سعی کنیم احساس بچه رو بفهمیم، که حتی ممکنه مثلا وقتی که میخواد بره عقب، حتی ممکن چند ثانیه طول بکشه، ولی باعث استراحت اون بشه. این باعث همدلی بیشتر بین پدر و مادر بچه میشه، بچه ارتباط نزدیکتری پیدا میکنه. و اینکه ولی اونجوری هم نباشه که بچه حالت این کنه که توی پرقو داره بزرگ میشه، اونجوری باشه. یعنی مثلا تا مثلا کوچیکترین سرفه میکنه اینا، اونا که کاملا واکنش میدن، این بچه دیگه خیلی چیز نمیشه، یعنی احساس تلاشی نمیکنه واسه استقلال خودش. بعد مهم، یعنی بهترین خانواده ها کسایی هستن که خیلی آروم حرف میزنن، آروم حرف میزنن با بچه. ولی یه کتاب قانون دارن، آروم حرف زدن، ولی کتاب قانون دارن. و بدترین خانواده ها و پافشاری میکنن به اینکه مثلا خب این قانون ها وجود داره، یعنی خیلی کوتاه نمیان. بدترین خانواده اونایی هستن که اصلا کتاب قانون هیچی ندارن، بعد اجازه میدن که بچه احساس خودشو جریان بده. حالا مثلا اگه عصبانی اینات، حتی اگه مثلا بخواد بقیه رو دچار مشکل بکنه، آزار و اذیت بکنه، برسونه به بقیه، هم مهم نیستش. این هم بدترین بچه ها رو تربیت میکنه. دوستان، این خلاصه مفیدی از این کتاب بود. اگر که دوست داشتین لطفا ما رو لایک و فالو کنید و نظراتتون رو برای ما بنویسید.